می شنیدم که پرستارا داشتن گریه می کردن، می گفتن که باید بهش خون برسه. یکی از اون سپاهی آمد گفت که بندازینش بیرون، دقیقا با این لحن. من خب همه چی رو می شنیدم، تمام توانم این بود که بگم که نذارید بمیرم، منو نجات بدید، من نمیخوام بمیرم، اما خب نمیتونستم حرف بزنم. هلوهوش 3 ساعت ما پیاده روی داشتیم توی بارون و گل زیاد. خیلی سخت بود بیرون اومدنم، خون زیادی از دست دادم، میتونم بگم از اون سخت تر بود، خیلی سخت بود. ما حتی مجبور شدیم که به جوان داروی خواب آور بدیم که توی راه صداش در نیاد. این عکس برداری که از دستت شده، بله. اوه. این دات ها، این نقطه ها همه گلوله هستن؟ بله، تقریبا 200 سانتی‌متر دستم. مردم امیدوار بودند، هر روز تعداد زیادی شهید می شدن، زخمی می شدن، مردم رو می گرفتن، اما پا پز نمی کشیدن به هیچ عنوان. در اون موقع اسلحه‌شو از لای میره ها آورد بیرون و به من شلیک کرد. اونجا خیلی خون خیلی زیادی از من می رفت، تقریبا داشتم از حال می رفتم. خیلی زیاد دلتنگ دخترم بودم، قبول کرده بودم که دارم میمیرم. خب اینکه تنهاش میذارم توی همچین جامعه ای خیلی اذیتم میکرد. بعد بیمارستان جدا از اینکه نتونستم برم خونه خودم، چند ماهی من آواره بودم. هر شب تقریبا به مدت 3 ماه من روزی 2 تا دوز مورفین می گرفتم.